غذاهایی که من درست میکنم میتونم بهتون بگم لوبیا پلو جزو اون غذاهاییه که من خوشمزه تر از همه درست میکنم. خیلی ها هستن که لوبیا پلو رو دوست ندارن و میگن لوبیا یه بویی توی این خوراک میده. حق دارن، دقیقا همینطوره. میدونیم ما اصلا لوبیا رو به مدت زمان طولانی نمیپزیم، فقط بلانچش میکنیم و در 10-15 دقیقه آخر به مواد اضافه میکنیم. میدونین لوبیا پلو 1001 نکته داره که بتونه یه خوراک خیلی خوشمزه و لذیذ بشه و جزو خوشمزه ترین خوراکایی باشه که شماها تا حالا پختین. اگر مایلین با هم بریم درستش کنیم. گوشت لوبیا پلو رو بهتره که سفید کنیم. برای سفید کردن گوشت آب و جوش میاریم و گوشت رو توی آب قرار میدیم. ببینین این گوشت حدود 4-5 دقیقه توی این آب میجوشه. این عمل باعث میشه که گوشت خودش رو جمع میکنه و اون جوس و آب گوشت در هنگام پختن بیرون نمیرسه. بعد از 4-5 دقیقه ما اینو از توی آب در میاریم و بیرون میذاریم روی تخت کار. حالا شروع میکنیم گوشت رو برش دادن. ببین برش هایی که به گوشت میدیم باید به این شکل باشه. اندازه هایی که خورد میکنین باید در این اندازه باشه. درشت‌تر از این و ریزتر از این برای لوبیا پلو زیاد جالب نمیشه. حالا سر و ته پیاز رو میزنیم، پوستش رو میگیریم و شروع میکنیم پیاز رو به صورت نگینی خرد کردن. ببینید وقتی که نگینی میخواین خرد کنیم باید برشاتون به این صورت باشه. حالا یه مقدار روغن توی تابه میریزیم و این پیازا رو سرخ میکنیم. برای لوبیا پلو بهتره که پیازتون کاملا طلایی رنگ بشه. یه مقدار روغن جداگانه تو تابه میریزیم تا داغ داغ بشه. نقطه داغ شدن اینجا خیلی مهمه. گوشت رو توی روغن داغ میریزیم. نگاه کنید فقط گوشت رو پهن میکنید. اصلا گوشت رو هم نمیزنید که گوشت آب بندازه. اجازه میدیم یک طرف گوشت که کاملا سرخ شد اون موقع هم میزنیم طرف دیگه رو سرخ میکنیم. وقتی طرف دیگه هم سرخ شد حالا پیاز داغ رو اضافه میکنیم، یه تفتی میدیم و همینطور رب گوجه فرنگی رو. رب گوجه فرنگی رو با گوشت و روغنی که باقی مونده کاملا تفت میدیم. دو تا تیکه دارچین، یه کمی فلفل عالی میکنه این خوراکو. حالا یه تفتی میدیم همه یه مواد رو، استاک رو اضافه میکنیم. در قابلمه رو میبندیم، اجازه میدیم تا این گوشت پخته بشه. ببینید عزیزان نخ لوبیا رو باید بگیریم. بعضی از لوبیا نخ داره، اگر نگیریم هنگام خوردن زیر دندون گیر میکنه. لوبیاتون هم نگاه کنین، من اینو میشونم براتون، باید دونه نبسته باشه، لوبیاهای جوون باشه، اینجوری خیلی لوبیا پلو شما خوشمزه تر میشه. حالا لوبیا هم ما بلانچ میکنیم، آب و جوش میاریم، لوبیا رو توش میریزیم و یه مقدار نمک و جوش شیرین. اجازه میدیم یک دقیقه و نیم این توی آب جوش بجوشه و بعد میریزیم توی آبکش. بلا فاصله باید تو آب یخ بریزیم که فرایند پخت متوقف بشه. نگاه کنین چقدر لوبیا سبز ما خوش رنگ شد. این برای بلانچ کردنه. تازه تمام بوی نامطبوع لوبیا هم اینجا از بین میره. گوشت باید به مدت 3 ساعت بپزه. یه مقدار زیره رو توی تنظیف ریختیم. ما لوبیا رو با گوش نمیپزیم. در 10 دقیقه آخر پخت زیره و لوبیا سبز رو به گوش اضافه میکنیم. این زیره هم بوی عالی به لوبیا سبز میده، هم باعث جلوگیری از نفخ میشه. خیلی عالیه. حالا در قابلمه رو میذاریم تا
آبش تبخیر بشه و بپزه. در این فاصله برنج رو که 4-5 ساعت خیس کردیم، آب روش رو خالی میکنیم و توی آب جوشان میریزیم تا برنج آماده بشه. یادتون باشه برنج لوبیا پلو رو یه ذره زودتر از برنج سفید برمیداریم، برای اینکه یه مقدار کمی هم لوبیا پلو سس رو داره دیگه. برنج آماده است، الان تو آبکش میریزیم. حالا گوشت و لوبیای ما هم آماده شده، چوب دارچین و کیسه زیره رو بیرون میاریم. حالا ته قابلمه‌مون رو یه مقدار روغن میریزیم، زردچوبه میریزیم و بعد هر تعدیگی رو که دوست داشتین ته ظرف میذاریم. یه لایه برنج میریزیم و از مایه لوبیا پلو الان روی این برنج میریزیم. میبینیم مایه ما الان زیاد آب نداره، نباید زیاد آبکی باشه. کوچولو گل محمدی کنار این برنج بریزین، خیلی کم. یه کمی از این سس گوشتمون که مونده این گوشه میریزم، یه مقدارم زعفرون این کنار میریزم. در ظرف رو میذاریم تا بخار برنج بلند بشه. وقتی بخار برنج بلند شد، حرارت رو ملایم میکنیم، کره رو داغ داغ میکنیم و روی برنج میریزیم. کره رو حتما در دمای اتاق بذارین، روی حرارت قرار میدیم تا کره کاملا داغ بشه و بعد به برنج اضافه میکنیم وقتی بخار برنج بلند شد. میبینیم من روی برنج 3 سوراخ زدم تا بخار برنج بهتر خارج بشه. اینو میذاریم به مدت 40 تا 45 دقیقه رو حرارت خیلی ملایم تا تهدیگ ما ببنده و برنج کاملا دم بکشه. اگر مایل بودین تو مایه لوبیا پلو میتونین یه نصف لیمو ترش هم بریزین، لوبیا پلو شما خیلی خوشمزه تر میشه.